سرخط خبرها. وقوع سه انفجار همزمان در سه ولایت کشور. کشته شدن 40 طالب در درگیری با نیروهای مقاومت ملی در پنشیر. در ادامه درگیری ها در چندین ولایت افغانستان، طالبان باز هم از باشندگان محل تعهد اجباری گرفتند. یک فرمانده ی جبهه مقاومت در درگیری با طالبان جان باخت. مولوی مهدی مجاهد به هیئت اعزامی طالبان گفته است دیگر با نظام طالبان کار نمی کنم. درگیری ها بر سر زمین در ولایت هلمند 7 زخمی بر جای گذاشت. و در نتیجه تنش میان دو خانواده در اروزگان 3 تن کشته شدند. با مهمترین خبرهای امروز از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 جوزا برابر است با 12 جون سال 2022 میلادی. مشروع خبرها. وقوع سه انفجار همزمان در سه ولایت افغانستان. منابع از ولایات مختلف افغانستان از وقوع سه انفجار همزمان خبر دادند. انفجار نخست صبح امروز یک شنبه 22 جوزا بر یک موتر حامل نیروهای طالبان در منطقه کری از مربوطات شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان رخ داده است. به گفته مسئولان امنیتی طالبان، انفجار ناشی از ماین کنار جاده‌ای بوده است و تلفاتی در پی نداشت. انفجار دومی در منطقه کهنه فروشی از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر قندوز رخ داده است. منابع میگویند که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده کنار جاده بوده است که 4 غیر نظامی در آن زخمی شدند. همچنان انفجار سومی در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر رخ داده است. به گفته باشندگان ولایت کنر، این انفجار بر یک موتر نظامی طالبان در این ولایت بوده است. کشته شدن 40 طالب در درگیری با نیروهای مقاومت. منابع محلی در ولایت پنشیر تایید می‌کنند که در نتیجه درگیری میان افراد طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی، دست کم 40 طالب در این ولایت کشته شدند. دو منبع موثق بر روزنامه صبح کابل می‌گویند که درگیری میان دو طرف از دو روز به این طرف در قرارگاه‌های خنج و پیشغور ولسوالی حصه اول ولایت پنشیر ادامه داشت و سرانجام نبردها عصر روز گذشته پایان یافت. با گفته منابع، شماری از نیروهای قرارگاه پیشغور برای چندین ساعت در محاصره طالبان قرار داشتند، اما با رسیدن نیروهای کمکی از قرارگاه خنج ولسوالی حصه اول، محاصره طالبان شکسته شده است. بر اساس گزارش‌های ابتدایی، در جریان درگیری میان دو طرف دست کم 40 طالب کشته و شماری هم زخمی شدند. در ادامه درگیری ها در پنشیر، طالبان باز هم از باشندگان محل تعهد اجباری گرفتند. به دنبال شدت گرفتن درگیری ها در نقاط مختلف ولایت پنشیر، طالبان بار دیگر از باشندگان این ولایت تعهد اجباری گرفتند تا با نیروهای مقاومت ملی همکاری نکنند. روزنامه صبح کابل به نسخه‌ای از تعهدنامه دست یافته است که بر اساس آن نمایندگان روستاهای مختلف پنشیر باید به طالبان تعهد بسپارند که با نیروهای مقاومت ملی به هیچ وجه همکاری نمی‌کنند. بر اساس این تعهدنامه، مردم باید تعهد بسپارند که نیروهای مقاومت ملی را به روستا اجازه نمی‌دهند و به آنها هیچ ارتباطی هم نداشته باشند. در این تعهدنامه همچنان آمده است که ما نمایندگان قریه ها با همکاری مردم منطقه شهرت مکمل و در صورت امکان یک قطع تصویر باقیان را به مسئولان نظامی و مسئولان محلی ولسوالی ها معرفی می کنیم تا شورشیان را تشخیص داده و با باشندگان قریه‌جات، دهاقین مزاری، کسبکاران، کارگران معدن، چوپانهای منطقه را نیروهای امارت اسلامی کاری نداشته باشند و مزاحمت نکنند. یک فرمانده جبهه مقاومت در درگیری با طالبان جان باخت.
منابع محلی در ولایت پنجشیر تایید می کنند که فرمانده نوراقا پیشغور از فرماندهان کلیدی جبهه مقاومت ملی در درگیری با افراد طالبان در این ولایت جان باخته است. یک منبع به روزنامه صبح کابل می گوید که فرمانده نوراقا و دو تن دیگر از نیروهای مقاومت ملی روز گذشته پس از زخمی شدن و خونریزی زیاد جان باختند. شماری از دوستان و نزدیکان این فرمانده جبهه مقاومت نیز جان باختن وی را تایید می کنند. این در حال است که پیشتر دو منبع موثق بر روزنامه صبح کابل گفته بودند که درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت ملی از دو روز به این طرف در قرارگاه های خنج و پیشغور ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر ادامه داشت و سرانجام نبردها عصر روز گذشته پایان یافت. مولوی مهدی مجاهد به هیئت اعزامی طالبان گفته است دیگر با نظام طالبان کار نمی کنم. منابع میگویند که سفر هیئت اعزامی طالبان به ولسوالی بلخ به ولایت سرپل برای دلجویی از مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزارت تبار گروه طالبان بی‌نتیجه پایان یافته و این هیئت دوباره به کابل برگشته است. با گفته این منابع این چندمین باری است که حکومت مرکزی طالبان به بلخ به هیئت میفرستند، اما مولوی مهدی مجاهد به هیئت‌های طالبان پاسخ رد می‌دهد. یک منبع موثق به روزنامه اطلاعات روز میگوید که مولوی مهدی به آخرین هیئت اعزامی طالبان گفته است که دیگر با نظام طالبان کار نمی کند، اما تحت سایه حکومت طالبان خواهد بود و به عنوان یک فرد عادی زندگی خواهد کرد. به گفته یه منبع مولوی مهدی مجاهد به هیئت طالبان تاکید کرده است در صورتی که طالبان زیاد پافشاری بر بازگشت او به کابل کنند، شماری از باشندگان بلخ را به پایتخت میفرستند تا با مسئولان طالبان صحبت کنند. درگیری ها بر سر زمین در هلمند 7 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان محلی در هلمند میگویند که در نتیجه درگیری ها بر سر زمین در این ولایت 7 تن زخمی شدند. محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، روز گذشته بر رسانه ها گفت که این رویدادها در حوزه های ششم و سوم شهر لشکرگاه و ولسوالی های باغنی و نادعلی این ولایت رخ داده است. با گفته ریاض در این درگیری ها که علت آن نزاع بر سر زمین بوده است، 7 تن زخمی شدند که وضعیت 2 تن از زخمیان خوب نیست. ریاض تاکید می کند که برخی از افراد در پیوند به این درگیری ها بازداشت شدند. و خصومت دو خانواده در اروزگان 3 کشته بر جای گذاشت. مسئولان محلی در اورزگان میگویند که خصومت میان اعضای دو خانواده در این ولایت جان 3 تن را گرفته است. آقا ولی قریشی، مسئول دفتر رسانه‌های قماندانی امنیه اورزگان، امروز یک شنبه 22 جوزا گفت که اعضای یک خانواده که با خانواده دیگر دشمنی دیرینه داشتند، 3 عضو این خانواده را ربوده و سپس کشتند. ما گفته یه قریشی، این رویداد در روستای تگاب ولسوالی چهارچینوی ولایت اورزگان اتفاق افتاده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، خصومت‌های شخصی و خانوادگی افزایش یافته است.